متهم شدن آمریکا به خرابی وضعیت افغانستان از سوی روسیه. وزارت خارجه روسیه آمریکا را به تشدید وضعیت کنونی سیاسی در افغانستان متهم کرده است. این کشور روز گذشته گفته که آمریکا با به رسمیت شناختن یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به عنوان برنده در تشدید وضعیت کنونی سیاسی در افغانستان نقش ایفا کرده و تا زمانی که اختلافات بر سر قدرت در کابل حل نشود، گفتگوهای بین الافغانی نیز بعید به نظر می رسد. روسیه همچنان گفته که تلاشهای آمریکا را برای جلوگیری از اخلال در گفتگوهای مستقیم بین الافغانی متوجه است. ولی اینکه آیا آمریکا در روند صلح افغانستان دو پهلو بازی می کند، در برنامه امشب به سوی صلح بحث می کنیم. من رازقیار هستم و مهمانانم که با آنها در این مورد بحث خواهم کرد آقایان عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، حمیدالله هوتک، آگاه امور سیاسی و دکتر جاوید سنگدل، استاد دانشگاه، در ویدیو کانفرانس با ما وصل هستند از سوئیس. آقای هوتک هم تا لحظات بعد با ما خواهد پیوست. آقای سنگدل، اگر صدای مرا دارین، من میخواهم می سوال مقدمه را شما پاسخ بدین. فکر میکنین آمریکایی ها در روند صلح افغانستان دارن دو پهلو بازی میکنن؟ سلام بر شما. آقای محترم آنی که در حضور دارن، من یاد داشتم چندین رسانه های یکونیم سال بودم که امروی آقایی ها بودن که آینده پیک به سیاسی در افغانستان با وجود بیار. هر کیست می خواهیم که ثباتی سیاسی در افغانستان بیار. به دلیل این اونها ای را استفادن که افغانستان دون یک تفاهم سیاسی با طالب ها دیگر رای حل نیست. تفاهم سیاسی با طالب ها انجام بده و در هی طرف یعنی در افغانستان یک ثبات سیاسی وجود داشته باشه و یک فاصله ها بین سیاسی وجود نداشته باشه، خودش یک موانع به امریکا میشه. بنان اونا کار یک سال دو سال پیش هسته که خوب دیزاین کردن که در داخل افغانستان بین سیاسی یک بیتفاقی یا فاصله های به وجود بیاید که بتوانند در بسیار به آسانی و بدون کدام مشکل طالب ها را بر قدرت آینده افغانستان در یک بخش بزرگش جابجا کنند. و خواست فکر نمی کنین خب طالب ها خیلی شاید با آمریکایی ها مهم نباشه، کلانتر فکر می کنین هدف آمریکایی ها چی است از این کارشان؟ در افغانستان هدف اول پاکستان دارد، در چون اگر شما باید داشته باشین بسیار مشکل بود که طالب ها به میز مذاکره بیاید تا که پاکستانی ها توانستن اونا را آوردن و پاکستانی ها اونا را که در میز مذاکره آوردن خواست های خود هم داشتن. خواست های اونایی هستن که در افغانستان تمام پروژه های بزرگ و سیاست های کلان در افغانستان از طریق پاکستان باید بگذرن، یک. و دوم دیگر کمک مالی به پاکستانی ها بکنن و همچنان طالب ها باید قدرت آینده به قدرت آینده افغانستان بیاید. اگر چون این کار آمریکایی‌ها را گفتن اگر شما انجام بتین، ما میتونیم بسیار به آسانی طالب ها را گرد میز مذاکره بیاریم که آوردن. بنابراین در اینجا مشکل و عاجزی از طرف ما است که ما بالهای منظور ما که میگم حکومت است و سیاسیون در افغانستان است که بالای بسیار اهداف کوچک تمرکز میکنن و اهداف بزرگ از دست میتن. اهداف بزرگ منافع ملی است. منافع ملی به این معنی است که میکار که 18 یا 20 ساله که حداقل شده این میشه که زیر خطر بره و هدف پاکستان در اینجا ای است که افغانستان اگر اجازه ازی بد تطابر داده نشه که با هم رشد بکنه و تا اگر امکان داشته باشه چیزهایی که ما به دست آوردیم تا 18-19-20 سال اگر شود که متضرر شود. بنان در اینجا من فکر میکنم که امریکایی ها از شروع با افغانستان صادق نبودن و دلیل شما است که افغانستان روز یا سیاسی افغانستان در پروسه صلح نیست، وجود ندارد. یعنی افغانستان هیچ در این تصامیم بزرگی که راجع به خودش باید گرفته شود حضور ندارد و مصروف زدبندهای داخلی خود هستند و که متاسفانه همیشه که یک تاثیر فوق العاده منفی بالای ثبات متوسط مدت در از مدت افغانستان داشته باشد. سپاسگزار. برداشت شما چی است آقای سنگدل؟ آقای حسینی، ببخشید، فکر میکنین که آمریکایی ها دارن خودشان سنگ اندازی میکنن در روند صلح افغانستان؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز
و سلام خاص دارم به نیروهای قهرمان وطن. سلام. ما بارها گفتیم که بنیاد همین صلح غلط بودن که آقای خلیلزاد او را رهبری میکرد، به تمام کشورها رفتن و تقریبا 18 ماه را طول کشید. شما هیره بعد یادداشت کنیم، منیس یک جوان، منیس یک ژورنالیست، ملت افغانستان طی سالیان بعد خلیلزاد خوب فکر نکنم مجسمه داشته باشه، اگر کسی هم داشته باشه در غزنی فکر کنم او را بکشه، مثل ایتالیا که ماکیاولی را بعد از سالیان سال او را فهمید که یک سیاستمدار خشن بوده و ایتالیا را به عقب زده و همیشه سیاست زی دوپلو بوده، سیاست زی خصمانه بوده. بنان سیاست خلیلزاد که در رأس دولت آمریکا که در رأسش خلیلزاد بوده غلط بوده، بنیادش غلط بوده و میبینی شما میبینی که کشور را به بحران برده. این بحث در دو بود است. یک بود دیگه هم خب مشکلی که ما تا چه وقت باید روسیه و ایران و پاکستان و کشورهای منطقه و فرامنطقه را متهم کنیم. خب مکلفیت ما، الزامیت ما، منیس یک افغان، منیس یک رهبر، منیس یک زعیم، رئیس جمهور چی هست؟ چرا به گفته جناب دکتر صاحب محترم که گفتن که منافع بلند کشور اینا همیشه فراموش میشه، اینا پشت منافع شخصی میگردن. شما ببینیم امیال طالب ها روزانه در تمام موازی دولت این حملات خود دارم. همه فیلن که من همینجا در حضور شما شیشته هستم، همه فیلن پیشتر برای ما پیام آمد که قماندان، یکی از قماندان های جنگ فرا به نام زایر گوتک همراه قطعه سرخ مشوره داره که ما چطور بتونیم سر مراکز فرا، مرکز فرا و قریات مرکز فرا حمله ور شویم. بنان این شرایط کی بر ما فراهم کرد؟ این شرایط بر ما خودمون فراهم کردیم که ما قربانی میدیم، روز به روز کشور بحران میره و اینا به نتیجه نمیرسه. ما بارها گفتیم که آقای غنی رئیس جمهور است، ما احتیاج به دکتر عبدالله داریم. ولی خب روسیه همی کار را گفته که وقتی آمریکایی ها آمدن به رسمیت شناختن رئیس جمهور غنی را، خب دامن زدن اختلاف را یا ایجاد کردن همی اختلاف را، فکر میکنین حقیقتا همی قسم است؟ ما یک ماه پیش هدی که از امی امروز یک ماه پیش من به روسیه بودم، من همراه وزیر خارجه روسیه دیدم، رئیس پارلمان از اونا را دیدم، رئیس سنا را دیدم، تمام وزرای اینا را دیدم. مهمترین کسی بود وزیر خارجه بود. طرز صحبت وزیر خارجه که میشد این رقم خود وانمود میکرد که وارث اصلی کل طالب ها وزیر خارجه روسیه است. بنان طرز و طرح صلح بین افغان ها و آمریکایی ها را او به تمرکز گرفت، گفتی امکان نداره. پیش از اینکه توافقنامه به امضا برسن وزیر خارجه روسیه گفت امکان نداره، چون بنان او مطمئن بود که اونا ایران دلیل چی بود؟ دلیلش چی بود؟ که آمریکا او چیزی که باید بر افغانستان کرده باشه نکرده. مثلا چی؟ در کدام بخش؟ در تمام بخش ها هدف از او اشاره میکرد که بس انتخابات آمریکا هست و اینا میخواد که کشور به بحران ببره و هیچ وقت روسیه نمیخواد، روسیه، ایران، چین، پاکستان اینا نمیخواد که از اینجا آمریکا موافق آنها از سرزمین افغانستان بره بیرون. بس آمریکا این یک چیزی که وزارت خارجه روسیه حال گفت امروز حداقل در یک کنفرانس خبری روز گذشته، فکر میکنین این پیام را میرسانه که خود روسها مانع روند صلح هستند؟ طبعا نقش به سزای خود روسا داره در این مسائل و اصلا امیر روند غلط بود. شما دیدین که 300 نفر راه کردن از طالبا، از 300 نفر 10 نفر دینا باز پس گرفته. او کسایی که طالبا ادعا داشت که اینا طالب نیست، 10 نفر از غزنی میدان وردک پس نیروهای قهرمان وطن امینا رو گرفته، همینایی که مستقیم رفته، کسایی بوده که کشته شده در ولایت فرا کشته شده. بنان اینا کسایی هست که اینا اهداف زینا و پیامی که همیشه پیام بر ما روان میکنه قماندان های طالبا که ما فقط منتظر ازی هستیم که نیش یا جمعوری تریاک ما و زندانی های ما خلاص شد، بعد ما هم رای حکومت گپ میدن. تشکرات، من انشالله برمیگردم ادامه بحثم پس از وقفه. اخبارونه پاتې برخه او تاکسی تاسو باسته ستړي مسې په خیر راغلم. په دې موږ مخکې دواړو میلمنو سره بحث وکړ چې مسکو په دې پرونی ویلی چې امریکایان خپل غوړي په کابل کې اختلاف وسی او دغه اختلاف بل اخره د دې لامل سوی چې د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. یعنی د دې خبرې معنا دا ده چې امریکایان سوله نه غواړي په افغانستان کې. تاسو لوی خنډ څه وینئ؟ د دواړو میلمنو نظر حداقل توجه پورې یو ده چې امریکایان نه غواړي په افغانستان کې سوله وسي. مننه ښاغلي ډاکټر صاحب ته چې پر سکایپ باندې د ښاغلي محترم ورور وکیل صاحب ته، تاسو ته، د ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکیلي وړاندې کوم. بله، هو
که د اکثریت افغان اولس څخه پوښتنه وکړي او خصوصا چې په ای بی د سیاست باندې پوهیږي پوښتنه وکړي په دې کې شک نسته چې موږ چې دغه ځای ته راوستلي یو د امریکایانو راوستلي او امریکایان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي ولی قصدن عمدن که چیرې د سولې مسله و امریکایانو ته مطرح وي د افغان وژنه ورته مطرح وي لس حکومت ورته مطرح وي بیا د افغانستان خرابي ورته مطرح وي نو کله چې په قطر کې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره خبرې د طالب لوري سره کیږي امریکایان مستقیما ورسره کوي ولی یو افغان نسته ولی د افغانستان که چیرې حکومت وای خو موږ حکومت نه لرو ولی په خپل پرتاګ کې اپشا بنده ده په خپل پایڅه کې دا د قدرت وږي کچيري امریکایانو غوښتي خو بلته د حکومت تر عنوان لاندې یعنی د حکومت په نامه به یو څوک ناسوي د افغان په نامه به یو څوک د اولسونو په نمائندګۍ ناسوي دا خو د دواړو ډلو چې یو حکومت ته یو طالبان دي دواړه جنگ دی بدی ده په بدی اخته دي په جنگ اخته دي په خفګان اخته دي خو هیڅ درېمګړی نسته خصوصا افغانان بیخي نسته نه د افغانستان حکومت خو دوی مني نه یعنی یو افغانان هم نسته چې دا د حکومت نمائندګي وکړي یا د اولسونو نمائندګي وکړي نه د طالب لوري د خوا څخه سته یعنی طالبان هم کولای سول چې افغانان یې دعوت کړي وای اولسونه یې دعوت کړي وای یا د اولس د استازي په نامه باندې څوک دعوت کړي وای یا د مهاجرینو زموږ ډېر کډوال په پاکستان او ایران کې دي په نورو ملکو کې هم سته خو زیات تعداد دلته دي دا هغه څه دي چې امریکایانو قصدن بله یو ښکاره مداخله بله چې موږ یو سند ولیدی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دسخط شو دوه کاغذ نور ما ورته کتل شمې تعقیبول کلا درې وه نور هم دسخط شوله د میز پر مخ هم ښاغلي خلیلزاد دسخط باندې وکړي او هم ملا صاحب برادر دسخط باندې وکړي دغه خو موږ ته نه دي معلوم په دې کې هېڅ شک نشته متاسفانه په لحاظه چې دغه شان و په دې کې دا یو څرګند حقیقت دی دلته موږ څه کړي دي امریکایان خو بهر سره سره کوي پاکستان بهر سره سره کوي ایران بهر سره کوي د یو افغان په اسما څه کړي کوم مسؤلیت ما درکړی دی د امریکایانو ګټه په دغه وضعیت کې څه ده اوس که سوله مثلا نه غواړي دا اتلس میاشتې یا دوه کاله منډې د څه دپاره وکړي خلیلزاد یې ولې سرګردانه کړی او د افغانانو ته ولې امیدواري را پیدا کړي اوس امریکایان دې نتیجې ته ورسېدل چې کومه اداره چې موږ کوم سامي شرکت جوړ کړی و چې په سر کې ښاغلی اشرف غني و او په پای کې ښاغلی ډاکټر عبدالله و دغه دواړې څیرې زموږ دپاره قابل د قبول نه دي پر دې افغان اولس نشي راټولېدی نور امریکا و دې لکه ما و تا چې دې ان ته رسېدلی اوس ته ډاکټر صاحب غني څخه هم دې ځای ته راغلی وي د ډاکټر صاحب عبدالله څخه هم دې ځای ته راغلی وي صحیح ده اوس امریکایان هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې نه د اولسونو خوښ دي دا دوه کسان او نه نور زما ګټه پشکې خوندي ده د ده ګټه اوس به دی په هغه چا پسې منډې وي امریکا چې د ده ګټې خوندي وي هغه ګټه یې اوس په طالبانو کې خوندي ده په دې کې شک نشته ګوره دغه سندونه چې امضا شوي دي او بیا چې د سولې مذاکرات اتلس میاشتې دوام لري په اتلسو میاشتو کې چې دوی اوکړه لیک سره امضا کوي دسخطې یو قرارداد ته سره رسیږي بیا د 15,000 کسانو مسله مطرح کیږي د طالبانو د بندیانو دغه بندیان د چا دي د طالبانو دي چا بندیان کړي دي امریکا بندیان کړي دي کم حکومت که حکومت وای خو نو حکومت به ناسو چې نمائندګي کړي وای او یا به طالب د بندیان د حکومت څخه غوښتي وای خو د امریکا څخه غوښتي دي صحیح ده امریکا به دا 15,000 کسان که غنی خان دي که جاړي دا 15,000 کسان به خوشی کوي په دې کې شک نشته یعنی د دې مخکې هم کسان خوشی کړي دي دا د چا په غوښتنه و امریکا به خوشی کوي مسله دلته امریکا زموږ ګاونډي هیوادونه هر څوک چې دي دلته د موقع څخه په استفاده او په ګټه باندې دا اوس دغه حالات د دا دغه داخلي جګړې د دا داخلي خپګان د یو مسلمان پایس د یو افغان پایس ستا چې دغه قدرتي اپت د کرونا په نامه چې کوم ناروغي راغلې ده د افغانستان اولس پر کوم روان دی څه کوو ښارونه مو قرنطین دي ښځې مو قرنطین دي ماشومان مو قرنطین دي غربت کم ځای ته راغلی دی دا حکومت کې ننګ درلودی کې غیرت درلودی کې شرم درلودی کې حیا درلودی څلور کیلو غنم زما وستا ما ورته ورته کتله کوم نه کته څلور کیلو غنم توزیع سوله ملت د لوږې سره مخ دی مرض قدرتي دا خوا څخه راغلی دوی پر څه شي باندې جنگ دی
پرچوکی پرچوکی بیا غنم هم خو دازمایشی و دوی پرچیش باندې جنگ دی پرچوکی دیتا مر څنګه عقیده ورته وکاو او څنګه دی حکومت ته خوشاله سو نو امریکا زموږ نور دوستان گوندی هوادونه پر پاکستان باندې پلا اچو ماچ شکړی دی د امریکا څخه ګیلا کوم ماچ شکړی دی دا دانن خلیلزاد چرالی دا اوس خلیلزاد رالی د پاکستان سره وکتل پاکستان د لوی درستی سره د پاکستان د نور چارواکو سره وکتل دلته کستا حکومت وی چې ش امریکا زدی د اتل سکاله وشتلایم وجلې دیم د بم پنا د مور پنامه باندې بخښنه غواړم د مور پنامه اټومي سلا دی په ما کې استعمال کړه زما مسلمانان در شهیدان کړه زما افغانان در شهیدان کړه کندې در اپریشول اعتماد در اپریشول اوس بیرته د خپل هغه عسکری ساز و سامان چې عبارت د اصلي څخه دی دا بیرته امریکا ته وړي د چی شي د پار راغلی وي کدلته زه حکومت ولرم زه حق لرم چې دعوه وکم کنه وکم څو کسان افغانان وژلي دي په دغه سلا باندې څونه بمبار دې کړی دي په دغه تیارو باندې چې اوس بیا مسله دلته دا ده چې پر موږ باندې د یو بې صاحبه ملک خیال ولیدي او دغسې یو مننه کوم آقای سنگدل چقدر موافقی حرف آقای اوتک هستین که آمریکایی ها از نظام کنونی و از کسانی که حداقل در رأس حکومت است خسته شدن و بالاخره از این گفتگوهای صلح تنها یک استفاده میکنن و میخوان نظام را انتقال طالبان بکنن میخوایم که ما پیش از اینکه سوال شما جواب بدم یک چیزی که باید روشن بسازیم آمریکایی ها هیچ وقت با برای افغانستان در داخل پروسه صلح نشدن و نه میشام همیشه گفتن که این مسئله داخلی خود افغان هاست این بسیار باید واضح با ما باشه امریکایی ها پروسه سلرت به دو پروسه به دو پروسه تقسیم کردن پروسه اول معامله خودشان با طالب ها که شرمندگیشان که 18 روز 10 سال یه بود شکست نخورن در مقابل یک گروه با گفتی خودشان گروه کوچک از نقطه نظر امو اقتدار نظامی امریکا او باید شکست نخوره مصارف خود کم بساب بکنه و دوم دیگه به جای که عسکر امریکایی کشته شد طالب باید کشته شد در مقابل داعش بنان تا به کنونی که ما شما صحبت میکنیم امریکایی ها خوب دفاع کرده از منافع امریکا بسیار منظم و گفتن پروسه صلح با ما غرض نیست به این معنی است که ما شما در پروسه صلح داخل نشدیم میایم این مسئله ایزی که امریکایی ها تشنج های بسیار خوب بازی میکنن ما پیشتر هم گفتم بخواست پاکستان میخواستن خواستن که همین نظام از یکی دیگه فاصله بگیره یعنی اگر نظام به طور مثال ببین یک مثال اگر ما شما در افغانستان در شهر کابل یک رئیس جمهور به اقتدار می داشتیم یک مثلا رئیس جایی خوب می داشتیم وزیرای خوب می داشتیم یک دولت بود قانونی بود و یک موانع بسیار بزرگ در مقابل معامله آمریکایی ها می شدیم ما مقابله بنان آمریکایی ها هم تو دیزاین کردن که یک بی‌ثباتی سیاسی بیا ببینین در امی حلم سیاست چی نشته شده حلم سیاست میگن که ضعیفترین و بیشرمترین رهبرها کسان هستند که برای دیگرها اجازه بده که در مسائل داخلیشان دیگرها مداخله بگیرن یعنی اگر ما شما تاریخ افغانستان رو مطالعه کنیم 40 سال است که ما بیشرمی داریم یعنی وقتی که یک رئیس جمهور یک کشور دیگه میآید و شما میگه چی کرد چی نکرد شما هر چی بگین که شما نابغه هستین بعدم از نقطه نظر سیاست و تعریف رهبریت شما ضعیفترین انسان هستین و چون این چیزی که در افغانستان است ایران مداخله میکنه پاکستان مداخله میکنه روسیه مداخله میکنه عربستان سعودی مداخله میکنه امریکا چرا مداخله میکنن به خاطر که ما اقتدار سیاسی و رهبران خلاق و دلسوز نداریم و نداشتیم بنام این باعث از این میشه که هر کس مداخله میکنه در مسائل امو داخلی کشور شما و شما را میگه که چی باید کرد دوم دیگه مثل که یک فرزند یک طفل از پدر مادر خود چی آرزو داره ایجاد ارزش ها ارزش ها یعنی چی یعنی زندگیشون رو بهتر بسازم عرف اساسی از یک رهبر چی است سه چیز است اول که از دیروز خود بیاموزن از اشتباهات دیروز خود بیاموزن و اشتباهات دیروز خود تکرار نکنن یک مسئله است دوم یک دیدگاه برای حال داشته باشه و دیدگاه حال سبب از این میشه که یک ما آینده مطمئن ما داشته باشیم ما نه از دیروز آموختیم و نه یک دیدگاه برای امروز داریم و نه آینده ما روشن است که چی من است یک جوان خود تمام نمیفهم آینده چی میشه من است یک استاد نمیفهم که آینده ما چی است خود سیاسون تصادفی نمیفهمن که آینده از نا چی است بنان در تاریخ افغانستان ما بسیار شهار میدیم تمام سیاسون که اگر شما سخنرانی هایشان را مطالعه کنین اکثریتشان شعارهای انقلابی شعارهای سیاسی شعارهایی میدن که هیچ فوایدی به مردم نداشته به طور مثال ما یک چیزی که شاید دوستا مخالف حرف ما باشه ما بسیار معذرت میخوایم که حرف میزنم
در افغانستان ما همیشه رهبران کرایی داشتیم. رهبر کشورهایی رو به ترقی که است، رهبرانشان یا توسط که دیگر کشورها خریده میشه یا کرا گرفته میشه. اینا رو بیاین بگویم کدامش خوبتر است؟ کشورهای غریب البته میگم. بله. کرایی یا خریدن. کرایی است که هر کس نه شما استفاده میکنه، مثل یک عمو که یگانه شما معامله و روسی گپا میداش، یک دیگه کاسه را کرا میگیرین، پس هر کس استفاده میکنه. اولیا متخصص استنی رهبر. میگم اگر خریده باشه چی رقم، مثل هندستان که یک نظام مثلا انگلیس اونجا باقی مان. به طور مثال شما عربستان سعودی رو بیان عمل مستقیم با آمریکا بسیار روابط کاری فوق العاده داره. طرفش دفاع میکنه. در افغانستان ما فکر سیاسی نداریم. بله بقای سنگدل، خب کوتاه پاسخ بتین، فکر میکنین که بالامی بالاخره چی است؟ وضعیت خراب در کابل باعث میشه که آمریکایی ها انتقال بتن قدرت را به طالبان؟ نه این انتقال داده شده، ایخو ما شما خدا بازی میدیم، ایخو شده وقت امضا شده. حالا ببینیم طالب ها وقتی که 18 سال مبارزه کردن و به حساب جانهای خود عزیز دادن، یا خب به خاطر این تشکر میکنن که به حساب خارجی ها افغانستان برن و نه اونا عمل سر اقتدار سیاسی خود کار میکنن، طرح ها دارن. بنان این برف آخر میخوان چی باید کرد؟ اگر راه حل رتمن بس میکنیم آقای سنگدل، اگر اونا فاصله هایی که در پیش خود دارن کم نسازن، حتی خودشون زیر خطر شاید برن. تشکر، سپاسگزار. ادامه بحثم پس از وقفه. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای حسین، خوب یک اختلاف آمده میان دو تا ابرقدرت کلان جهان، میان روسیه و آمریکا. فکر میکنین سرنوشت افغانستان را کجا میبره این اختلاف در روند صلح میان این دو کشور؟ خب ملت افغانستان هم میفهمه، سیاسیون افغانستان هم میفهمه، جامعه مدنی، جناب دکتر صاحب، آقای اوتک صاحب یکی از افسرهای ورزیده کشور بوده، شما میفهمیم که هیچ کشوری که در افغانستان آمده به نفع افغانستان نبوده. انگلیس آمده، روسیه آمده، آمریکا آمده، ایران سالیان سال اینجا مداخله داشته، پاکستان داشته. اینجا حال مکلفیت ماست که به خود بیاییم. پشت مسئله پشتون و هزاره و تاجیک و عرب و بلوچ اینا نگردیم. هر کس که توانایی داره، هر کس که بود اجتماعی داره، هر کس که میتونه انسجام و مردمی بده در سر تا سر افغانستان، از قریه، ولسوالی، ولایت، مرکز، این مردم ها سر اقتدار بیاید. نه شما ببینین، من جای تاسف بر من همی هست، 19 سال است که میگذره. همی والی هاست، والی میای فرا، از فرا میره لغمان، از لغمان میره جلال آباد. خود چی گفت بابا؟ این کسایی که میره تحصیلات عالی میگیره از خارج، از انگلیس، از آمریکا، از هند، از ایران، پاکستان، پس این جوانایی که میایه با یک ایدی بسیار فوق العاده میایه که میار برش سه چیز است. میار برش انسانیت است، اسلامیت است، افغانیت است و خاک و ملت همی افغانستان است. بنان اینا چیکار؟ اینا غرور زینا کشته میشه، فهم و شعور سیاسی، دانش زیاد کشته میشه، هیچ وقت اینا به اقتدار نمیرسه. بنان آمریکا میره، ما همیشه گفتیم چهار طرفش قبله، فردا میره، امشو بره، به خاطر که صادقانه نبوده. رویمو تا که روسیه رفت، ایام بره مداخله نکن، بره هویت طالبان رو بیشتر بالا نبره، ببره بزرگنمایی طالبان رو امرای پاکستان نشینه که چه رقم آین کونای خود از افغانستان می بکشه بیرون کنه. بنان خوبی اینجا گپ هست آقای حسینی، شما صحبت های سنگدل صاحب شنیدین، بسیار خوب گفتن که خوب ملت ها و رهبرای کلان و مقتدر جهان اینا از گذشتهشان پند میگیرن و از گذشتهشان تجربه میگیرن. اینجا حالا ما بیم از این داریم که اگر آمریکا بره، باز ما و شما افغان ها در بین خود نفته. خب من همیره میگم که پشت این مسائل دیگه نگرده، پشت مسائل حزب، سازمان درست است، باید نگرده. ولی نگرده. شما دیدین که آقای سنگدل گفتن هنوز هم در افغانستان ما رهبرای کرایی داریم، حتی اینا این قسم نیست که به یک کشور خود بفروشن. خب یک مدت را به یکی کار میکنن، یک مدت را به دیگه کار میکنن. خب منافی اونها اگه وقتی که یک رهبر ملی باشه، چرا ما به این مشکلات بر بخوریم؟ که باشه وقتی که یک زعیم ملی باشه، هیچ وقت ما به مشکل حق هر کس شهروند حقش برش میرسه. بنان وقتی که زعیم ملی نباشه، زعیم پشتون باشه، زعیم تاجیک باشه، بر میار پشتون و تاجیک و بلوچ و عرب و تاتار و فلان ازبک و هزاره حرکت کنه، بنان امیر شما رو میبینیم. ما همیشه بارها گفتیم که بس از شما رهبرا، به خاطر خدا مینیسی یک موسن سفید به خانه بشینی،
یک جای یک اجماع بزرگ یک دفتر بگیری از تجارب جهاد خود، از تجارب سیاسی خود، از تجارب جنگ خود، بر هر کدام در بخش خود تجارب خود بر ملت افغانستان مشوره بدهی. بس از شما وارث افغانستان نیستی، ای افغانستان از شما نیست، شما منیست یک شهروند هستی به خاطر دیگه شما سلا داری سر شانای مردم، به گردای مردم. ما جهاد کردیم، خود تو جهاد به خاطر خدا کردی، اگه به خاطر ملت افغانستان، اگه به خاطر خدا کردی، چرا تو تا چی وقت سر گردای ما میخوای سوار باشی؟ بنان اینا کسایی هستن که به خاطر منافع شخصی خود، به خاطر چوکی، به خاطر بچهای دینا که به خارج باشه، دخترای دینا به یک کشور باشه، به چیز دینا به دیگه کشور، زنش به دیگه کشور، پولای دینا به اکان نمبرای بانکا باشه، اینا به خاطر ملت نیست. اگه به خاطر ملت هست که من روز قبل هم میگفت گفتم بیاره خو، اینا هر کدوم میلیاردر هست، میلیاردر هست، اینا از مادن خورده، از لیتیوم خورده، از مس خورده، از زغال سنگ خورده، از زمرد و لاجورد دزدی کرده، اینا وط افغانستان چور کرده، اینا با کشور اجیر کشورهای همسایه بوده، بنان امی پیسایی که از خون امی ملت بوده خب بیاره، امی مردم فقر نان نداره 4.5 کیلو گندم میده، بنان امی پیسه رو بیاره یک جای به یک نمبر واریز کنه بگه امیر سر ملت افغانستان، سر 34 ولایت افغانستان، امی پیسه رو ما نمیخوایم. خب شما رو کرونا میگیره، خب خداوند شما رو کرونا بگیره، که نمیگیرن امی رهبرا رو کرونا بگیره. به اینو که افغانستان قدر مهمی بود طالب شاید وضعیت دای جانه میرسید و تاکسی پتاس مخ کی دیره و خیلی اشاره کرده وس نه پاکستان مونږ ته دا وطن جوړوي سي نه جوړي نه په دنیا کې دا سي نه دي سي یو بل هیواد د لارسي او ملک دی جوړ کې، نه امریکا جوړي نه ایران نه بل څوک. مونږ افغانان کله د خپل ځان پیژنو کله هیواد پیژنو. تاسو ولګه وګورئ افغانان اوس ویل کېږي په تاریخ کې ډیر کلک او ډیر باغیرته خلک دي. نن یو سپینګیری د ولګې د لاسه زاړي. تاسو تر څنګ امنیتي وضعیت وګورئ، هره ورځ دلته ځوانان یو په بل پسې شهیدانیږي، څوک نسته چې پوښتنه یې وکړي. د کرونا وبا وګورئ، د بلې خواته نه یې ملت رانیولی. بالاخره څه وخت دغه سیاسیون په خود راځي؟ نور د سیاسیونو څخه د افغانستان د ولسونو امید قطع دی. موږ هم د دې حکومت په تغییر پسې یو. د افغانستان ولسونه نور دا حکومت نه غواړي، دې حکومت څه نور دلته راغلی دی. که موږ یو خو هغه ډاکټر صاحب ته په ډېر احترام زه د ده برنامې ګورم، رښتیا یو واقعي افغان دی او د افغانستان مسله ډېره ښه په ساده لهجه په افغاني دغه باندې موږ ته وایي. خو دغه شان لکه دا ډاکټر صاحب چې هر ځای دی، زه نه پوهېږم چې دی د کوم ځای څخه په اړیکه کې دی، داسې قدرونه د ده نه دي پکار، د دا حکومت نه دي پکار. لکه وکیل صاحب چې وویله، داسې قدرونه چې وطن جوړوي، زه پر ګران یم، ته پر ګران یې، یتیمان پر ګران دي، سربازان پر ګران دي، دا خلک د دې ونه دي پکار. په هر کې هم تاسې ګورئ او په سپیدار ماڼۍ کې هم ګورئ چې څوک دي دا خلک چې دا 15 کاله یې پر موږ باندې سواري کړې ده، دا څوک دي؟ د یو بریکیسه سر راغلي دي، بچان یې چیرې دي؟ دا ټوله ملت ته څرګنده ده، ورته معلومه ده. راځو دلته دا تا چې اوس اشاره ورته وکړه چې نور د دې خلکو څخه هیڅ نه جوړیږي. که ما سیاسي مشر درلودی، سیاسي مشر دغسې کوي، ګوره تاسو زه باید دا مسله څه واضح کړم. په څو کاله کې دننه موږ پر پاکستان باندې، پر ایران باندې شخصا ما نیوکې کولې، ډېرې بدې نیوکې مې باندې کړې دي، هم پر پاکستان، هم پر ایران، هم پر امریکا. اوس یې نور نه غواړم چې ویکم، ولې نه وکم؟ ما چې شکړی دی دا چې زه پنازیږم پلانای صاحب شعار مې ورکوي، د بابا په نامه ورته وایم، د چا په نامه، دغه په دا 13 کاله کې افغانستان ته چې شو وکړله، دغه سیاسیونو چې شو وکړله، د جهاد یې کړی د الله پاک دپاره. که پر قرآن عقیده لري، قرآن منی، خو قرآن وایي چې جهاد پر نر او ښځه فرض دی، او تا نه دی کړی. دیقانانو کړی دی، چوپانانو کړی دی، خوارانو کړی دی، بزګرانو کړی دی، اوس هغه مړی دی، د هغه بچی، د هغه ښځه، د هغه مستوره ښځه اوس فکر کوي، تی نه ورته ورکوي. هغه سربازان چې په دغه 13 کالو کې مور را ولاړه سوې د خپل بچی د لاسه ورکړی دی، پلار خپل زوی د لاسه ورکړی دی، اوس یې ښځه فکر کوي. تانه دې په سیکل کې سپاره دي، پښې د لاسه ورکړي دي. په قندار کې په ولسوالیو کې تا ونه لیدل چې واښه یې وخوړله، بل ورځ زما او ستا سربازانو دغه پولیسو. په پرا کې تا ونه لیدل چې واښه یې وخوړله، درې ورځې درې شپې روژه نیولې وه، په پرا کې دې ونه لیدل. دغه رهبران نه ورته کتله، دغه دواړو ډاکټران نه ورته کتله. اوس مسله ټوله روښانه ده، مسله روښانه ده. یو شی پاته دی، که دوی لږ ځان اول د خدای بیریږي، عقیده لږ لري چې زه اسلام یم، مسلمان یم، او بیا وای چې زه افغان یم. اوس دې لږ دا تاسې ځئ، دا به زه اختار ورته ورکړم چې دوی ځي. ولې خدای پاک چا لیدلی؟ په قدرتو باندې، قدرتو باندې پیژنو.
ګور امریکا چې اتلس میاشتې د طالبانو سره مذاکره کوي او د یو څوک نسته باندې یو هیڅوک برخه نه پکښې لري، یعنی دی نسته، دی نه پیژني، نه ده خبر. طالب تر اوسه نه پیژني چې ته حکومت یې، دی لا دلته سره څراغونه لګوي چې زه طالبان نه خوشې کوم. ته بیا داسې خوشې کوې، د یوه سترګه به دې ژاړي، بله به دې خاندي. ولې هغه د امریکا سره قرارداد کړی دی، تا منی نه او په لیاز د خدای. اوس یوه لاره پاته ده که برته په موږ ځان راګډوي دغه صاحبان چې موږ افغانان یو، ژر تر ژره په سهار باندې که دا برنامه دوی اوري، خو ډېر یې واورېدل، خو متاسفانه غوږونه یې بند دي. اوس به د دغه بندو غوږو سره ځي برته هغه ځای ته راځم. طالبان چې اتلس میاشتې مذاکرات کوي، دی نسته پکښې، په څه معنا؟ درې څلور اسنادونه چې امضا کېږي یو میدان ته راوځي، په څه معنا؟ په دې معنا سوله چې موږ د سولې تږي یو، کار ورته کوو، امریکا هم ځي او سوله افغانستان ته راځي، په دې کې شک نسته، راځي به سوله. دا په څه معنا؟ آیا طالب دلته راځي صلاح ایږدي، وای ما ته لس وزیران را وزارتونه راکړه، دونه والیان راکړه، دونه پلانۍ راکړه، نو زه په حکومت کې در سره ګاډ یمه، لکه ډاکټر صاحب عبدالله و د ده چې ورسره جنجال دی. نه، هغه وایي دا حکومت دې نه یي، بیخي دا حکومت دې نه یي، زه به راځمه، په دې کې شک نسته. دی دې اوس یو چلوکي دغه دوه د حکومت په سر کې چې دي، ډاکټر صاحب غني، ډاکټر صاحب عبدالله، هیڅ دښمنۍ نه ورسره لرو، خو موږ وایي ځان اصلاح کوي. دغه یې طریقه نه ده چې تاسو یې کوئ. دا ډاکټر صاحب عبدالله هم ښه سړی دی، خو پر څنګ باندې ډېر مفسدین چیرې سته. دا ډاکټر صاحب غني هم فکر کوم ښه سړی دی، خو نو مشوره به څنګه ورکړي؟ څوک بې ورکړي نه وایمه، نور بس ته ډېر مو ویلي دي، بالا وایي عقلان را اشاره. اوس دا په کار ده که رښتیا دوی ځان په افغانستان کې بولي چې زه افغانستان ته سبا بیا راسم او څوک مې لاره بنده نه کړي، زما بچی راسي، زما قریبان راسي، زما خپلوان راسي، یا په د ار کې چې ناسي دا مشورې چې ورکوي. اوس دې د سولې دپاره ژر تر ژره کار وکړي، ږغ دې د خلکو د ملت د اولسونو د ږغ سره یو ځای کړي، تر دې چوکیو دې تیر سي، یو ښه حکومت دا ګډ دې اعلان کړي. دا حکومت خو میلمه دی، زما په اند باندې دا میلمه دی، د یو څو میاشتو میلمه دی، که دوی جوړ ته هم ورسېږي د څو میاشتو میلمه دی، که د هغسې ناجوړه وي هم د څو میاشتو میلمانۍ دي. دا خلک دغه حکومت ژر تر ژره یې د افغانستان د ملي دریز ونیسي او هغه اړتیا دې ونیسي چې هغه سوله ده، مبارک نوم د سولې دی. موږ سوله غواړو، هېڅ نه غواړو. دغه قدرتي کرونا افغانان کې مړه کړه، هغه دې خدای مړه کړي، خدای بخښلي دي، شهیدان دي، په دې کې شک نشته. ډېرې کروناګانې افغانستان ته راغلې، موږ یې مړه کړو. موږ اوس د سیاسي کرونا څخه دې ځای ته راغلي یو، خدای دې موږ د سیاسي کرونا څخه خلاص کړي. سلامت شي. حداقل ضرر اول امی رهبران میبینند. شما صحبت های آقای اوتک را شنیدین که خب اینا مهمان هستند، تنها یک را دارند که بالاخره باید اتفاق بکنند. چرا متوجه این مسئله نیستن اینها؟ چرا فکر نمیکنند حداقل به تاریخشان؟ خب تاریخ بالا اینها دیگه قضاوت میکنه. خب ما میخوایم که از شما امیدوارم من ناراحت نشین، امی کلمه رهبر را از دا استفاده نکنیم که به خود کلمه رهبر توهین میشه. رهبر کلان حکومت هستند، یک تعداد مردم قبولش هم دارن، شما حتما میبینین. اما را میگه ما شما که لیدر بای اکسیدنت یا کسان تصادفی هست، هر سیگان تو تصادفی دمو، مکتب هم تصادفی کامیاب میشه و دمو تجار هم تصادفی میشه، یا نه تصادفی هستن. و من بسیار متاثر میشم که نامی که برای نلسن ماندلا مانده شده، نامی که برای چی مانده شده، نامی که برای گاندی مانده شده، سر از یام مانده شده، یک شرم هستم. ببینیم کشورها، ملتها تصادفی جور نمیشن. شما کشور یا ملت در روی دنیا ندارین که تصادفی باشه، جور شده باشه. کشورها، ملت ها از خود استراتژیک می داشته باشن که او استراتژیک توسط انمی رهبران خلاق و توانمند ایجاد بشه و از تمام منابع برای اهداف ملی استفاده میشه. به دور مثال شما امروز در حکومت کنونی و دیروز و پیروز اگر یک شخص استفاده میشه، میگه ده کم زهید، داده کم زهیده، یا میگی از کجا هستم؟ این خودش وحشت است و از نگاه دیسکریمینیشن است. شما ببینید یک اوندو، سردار اوندو وزیر دفاع کانادا است، یک خانم مهاجر افغان وزیر دموکراسی در کانادا است، یا مثلا یک افریقایی رئیس جمهور یک کشور امریکایی. ما الان در پشت می گپا می گردیم، این خودش سبب میشه که ما ارزش های ملی را تولید نمی کنیم. بنابراین در اینجا اگر می خواهیم که ما یک استراتژیک بلید داشته باشیم، باید سر نهادها کار شن. نهادها یعنی چی؟
نهادهای مستقل نهادهاست که کارها را انجام میده، اما امروز نهادهای ما، نهادهای اقتصادی ما شما، نهادهای عدلی قضایی ما شما، نهادهای تمام انستیتوشن های ما در دست اینمی رهبرهای تصادفی است و با رقم خود استفاده میکنن. وقتی که یک نهاد در دست اشخاص باشه که صرف منافع خود فکر کنن، او با اون دور به طرف خرابه ما میریم. به طور مثال من چندین بار گفتم، من تقریبا 17 سال پیش من فهمیدم که من والدی من از قندار است. من پیش از اون نمیفهمیدم، چون در خانواده ما یرق نبود که کی از کجا است، کی از کجا نیست. این می ما مراد به این وسط مثلا چیز کردن ما و شما هم میمش بده بنان ببینید. ما شما میشن میگیم که مشکل اقوام داریم. در افغانستان هیچ رهبر سیاسی منافع اقوام خود من نظر نگرفت. اگر میگرفت هم رقم اروپا ما شما روش میگن. در اروپا پیش از این نشنالیزم بود، وال شهروندی شده. نشنالیزم یعنی چی؟ شما به مو اقوام خود یا به مو کشور خود مستقیم کامل. امروز در افغانستان هیچ اقوام ما در یک شرایط خوب قرار ندارد. اگر بیاییم ما شما مثال بگیریم که 100 سال یا 80 سال 70 سال قدرت در اکثر دست رهبران بودن که از اقوام پشتون ما شما بودن، امم در افغانستان اقوام پشتون ما از هم اگه که در متضرر تر هستن. دقیق به این حالیست که کار نشدم. میخوایم بگویم که اگر میخوایم که ما نهاد ایجاد کنیم، اولین کاری که باید بکنیم دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرفی باید محکمه شون دیشون. چرا محکمه شون؟ محکمه به این معنی شدن که نه قانون اساسی رو دریافت کردن و دوش رفتن سوگند یعنی تعلیف ایجاد کردن و این خلاف منافع ملی است. اینا باید اول محکمه شون و بعد از محکمه عبرت برای آینده گرفته میشه که هیچ سیاست مداره قوانین زیر پا نکنم، منافع ملی را زیر پا نکنم و دین مقدس اسلام از زیر سوال نبره. اونا سر بله بخوای سنگل فکر نمیکنین این بس خیلی آرمانی است؟ مثلا آقای عبدالله و آقای غنی را کی محکمه میتونه بکنه؟ شما میبینین خوب وقت رئیس جمهور غنی تکمیل میشه همین قضا میه برش حداقل حکومت که میتونی ادامه بدی به کارت، یعنی این قدر اینا بسته هستن. از طرف دیگه هم خب شما مردم جمع یک تعداد از کلانای دیگه کشور را میبینین که در چهار دو بغل همی دو تن جمع هستن. بله دقیق همی پیشتر مردم گفتم که ما نهاد نداریم بله. و اگر این نهادایی که فعلا وجود داره استر محکمه داریم نداریم ما شما استر محکمه داریم نداریم ما خب استر محکمه می برای رئیس جمهور غنی حکم خلاف قانون میته که میتونی به کارت ادامه بدی. و این همی دون این بس پس حل شد که ما نهاد نداریم. اگر ببینین الله خوینا سوگند با قرآن شریف خود ما شما الحمدلله مسلمان هستیم، لا اله الا الله محمد صلی الله علیه و آله. وقتی که نو سر قرآن شریف سوگند خوردن، دکتر صاحب عبدالله سوگند خورده که مرای جمهور هستم، دکتر صاحب شمان پس بنای دی اگر یا پس دوباره به این معنی است که یا به دین و بیت را میکردن. ببینین اگر چنین کار نشه اینها دیگر در آینده همین چنین عکس العمل استفاده میکنن. من منظور می است که نه از تاریخچه رهبریت آگاهی ندارن. امروز هر افغان عرف آخر می خواد هر افغانی که بخواد با واسا خدمت کنه میگه یعنی یک دوز دگام اومد به معنای این است که می سیاست اینا به شرم ساختن. به طور مثال اگر عرف آخر می خوام بگم، چند روز پیش ما یک اختراعی کردیم که از راه دور تدریس بدون اینترنت و با داشتن و بدون شرم. امروز اکثریت رهبرای قدر جان خود مصروف هستند قدرت سیاسی که از همین پروسی ملی یک تقدیر نکردن که بیاین اکثریت ولایات ما و رسالای ما هم علم در هر خانه میبریم بدون اینترنت بدون برق و میخوایم همون آرزوهای 100 ساله دیرینه نیاکان رو خود برآورده بزنیم. بنابراین من فکر میکنم که باید نهاد ایجاد شد. نهاد که ایجاد نشه این مشکلات همیشه بر درست پیدا میکنم و مشکل حل نمیشه. ممنون. ادامه بحثم پس از وقفه. باید همی برنامه خوش آمدین. آقای حسینی، خب یک مسئله محکمه کردن حداقل دو رهبر را گفتن. خب آقای عبدالله را نمیدانم رئیس جمهور تنها پارلمان میتونه که بالاخره استیضاع شود و بعد از او اگر خائن باشه محکمه خاص برش ساخته شود، میکنین این کار را؟ خب اگر واقعا در افغانستان عدالت باشه، اول باید خود وکلای افغانستان خود پارلمان یکه به یکه محکمه شود که بعض وکلای او ما داریم که میلیاردر است. از یا پرسان شده که همین پیسه را شما از کجا آوردین؟ تجارت خانه داشتی، تجارت کشمش میکردی، تجارت قالیچه میکردی، چای نفت از افغانستان شما استخراج میکردیم به کشورهای دیگه میفروختیم، شما این پیسه ای وافر از کجا آوردین؟ یا قاچاق مواد مخدر بوده، یا جاسوسی بوده، یا گرانباترین سنگه ها و اشیای افغانستان فروخته؟ خب بالاخره اول خب اگر پارلمان باشه مقتدر، خب باید ایرا کل گیره پامیز محاکمه میکشان. دو سلس پارلمان رای میداد
کد که خیانت به وطن میکرد او رو به اثبات میرسند. استره محکمه لوی سارنوالی نماینده سنا آیت اداره سنا می بود او رو محاکمه میکرد، دستای زور بسته میکرد، روان میکرد پل چرخی هر کد که خیانت کرد. پس ایتاقا از شما هم نمیره، حالا چی باید شوه؟ خب تنها رای که ما داریم به خود بیاییم، امشو نماز بخوانه، نماز خفتنه، دستای خود بالا کنه به طرف خداوند بگه خدای توبه کردیم، تامیجه هر چی کردیم، کشتیم، دزدی کردیم، طرف ناموس مردم سل کردیم، هر کار کردیم توبه، روزی از نو روزی از نو. دیگه برای ما فرق نمیکنه که ازبک است، تاجیک است، فردا امی اول که به دفاتر خود اینا میره اینا باید او کسای بگماره مثلا ازبک است، باید از دورترین نقطه افغانستان نیمروز باید او سکرترش باشه، رئیس دفترش باشه، ازاره است، باید پشتون جلال آباد بیاره، پشتون جلال آباد باید ازاره رو بیاره. به این شکل تغییرات در سر تا سر افغانستان بیاره. بنان شما دیدین در هر دفتر اداری که شما میرین شما ببینید یک جای یک کس وزیر است، او رو پرسان تو چه کاریش هستی؟ میگم خسربوریش. خب شما چه کار هستی؟ ما بچه کاکاش هستم. خب جناب والی شما چه کار هستیم؟ ما دم یک قریه هستیم. خب مگه میشه هر کس که سر اقتدار آمد تمام اطرافیان دار دستی خود بیاره به میجه به سر اقتدار بگذاره؟ بنان این مردمایی که اینایی که زحمت کشیده، اینایی که به فکر افغانستان است، اینایی که میخواد که انسجام و وحدت بین افغانا بیاره، اینا چیکار کنه؟ اینا به کدام دروازه بره؟ بیکار هستن میگردن در کوچا و مسو تاکسی تاسو در افغانستان وضعیت مینید بل خواتن تکرد امریکا و د روسیه ترمنز موز د سول پسر راولر سوی په دغه وضعیت کې څه کول پکار دی؟ اوس د حکومت نم توقع نست، پارلمان هم تاسو د حسیني سب خپل وکیل دو باور د دون هم توقع نست کېده، بل اخر ټول خبره پات خپل ولسته ولسته وکي ولس ډیر ویشته ماشاءالله دا چې ما ورته وویل یا څنګدل صاحب وویل یا وکیل صاحب ورته وویل دا خلکو ته موږ هغه د اسلامي وسیله رحم چې لرو او یا هغه افغاني ننګ او غیرت چې لرو بیا هم د زړه د اخلاصه ورته وایو. دا زه فکر کوم د څنګدل صاحب هم او د وکیل صاحب هم دا موږ افغانان یو حق لرو، دا مو زړه درد کوي چې یا ښاغلی ډاکټر صاحب څنګدل وایي چې دوی باید محکمه سي، ما هم ویلي دي چې باید ملت راټول شي، که دوی نه جوړیږي باید محکمې غوښتنه یې وسي. هر افغان وایي انشاءالله افغانستان ته سوله را روانه ده په اوسني شرایطو کې، بیا پر هغه ټینګار کوم که دوی دغسې دې خپلې دغې لوبې ته دې کرغیړنې او بدې تورې لوبې ته چې غیر اسلامي غیر افغاني غیر عقیدوي لوبه ده دې ته دغه لوبې ته دوام ورکړي، ته به وګورې ټول ملت به پر دوی راوګرځېږي او دواړه به تر لاس ونی چې ځئ په مخه مشه چې د کوم ځای راغلي یاست هلته ولاړ سئ. دا وخت رانږدې دی او دا ورځې زه اوس وینم په سترګو باندې وینم. وای او موږ یو ډېر په درې کې ډېر څه دغه لرو، وای او کې به ګلو اماد بچا به چه شي به زیری پای د افغان وینه که یوه پله پر جوش راله، هغه اسلامي وینه او هغه افغاني وینه پر جوش راله، والله که نه په دغه شپږ متره دیوال بند سي، والله که په درې متره دیوال بند سي، والله که نه په ارګ بند سي، والله که نه د په سپیدار ماڼۍ بندې سي بند سي ټول افغانان دا ګوره اوس از برای خود از موږ په هیواد کې څه روان دي، په دې وطن کې څه روان دي. ابل ورځ سیلاب صاحب ما نه دی لیدلی، د کندهار وکیل دی، داسې سپین وکیل دی لکه دغه ته چې ګورې، والله که مې تر اوسه د ده نوم هم زده یي چې نوم دې څه شی دی، خو زه یې پېژنم، روحیات پېژنو، اتلس کاله مې استاذي کړې ده، معلمي مې کړې ده، دا مې رشته ده او په تعلیم تربیه کې مې خپل ماجر کډوال ورونو ته په پټ کې ډېر کار کړی، راټولومې ورته ګورو. سیلاب صاحب غږ وکړئ پر دغه د ولسی جرګې د ولسی جرګې پر مشر باندې هم غږ وکړئ، په ډالرو راغلی دی، دا څوک پېژني چې څوک یې څوک پر هغه باندې نه غږېږي؟ خیر خدای راباندې وتپول ول د یوې میاشتې معاشونه راځي ټول کو د کرونا د ناروغۍ د ځپلو دپاره چا بدرګه کوي غږې؟ زه بیا اوس نورې خبرې نه کوم، مننه کوم. صرف اتحاد ته راځم، اتفاق ته راځم، په یوه اواز باید یوه اواز ټول باید یو او یو د موقع په سره په استفاده باندې د دې ټلویزیون د هغه سپین وزیران والیان موینان هر څوک چې لرو د وکیلانو صاحبانو په شمول باندې سپین وکیلان لرو سپین سناتوران لرو د غلو څخه نه امید کوم، نه مې پر غلو غږ دی چې ژر تر ژره راپورته سي او یو اکون نمبر جوړ کړي د کرونا د ځپلو مسلمانانو انسانانو افغانانو دپاره خپل کومکونه اعلان. حسین در خیلی فشرده شما راه حل چی را پیشنهاد میکنید؟ مشکل کلان اساسی کشورهای رو به ترقی همی است که یک کس همه کار انجام میده. من فکر میکنم اگر ما میخواییم که یک اقتدار ملی داشته باشیم، سیاست داشته باشیم، اقتصاد داشته باشیم، باید هر کس کار خود بکنه، سیاست مدار سیاست خود بکنه، اقتصاددان اقتصاد بکنه، استاد کار استادی خود بکنه و نهادهای علمی
کار اصلی از اونا است تحقیق بکنن، ارزیابی بکنن، رای نو، ابتکارات نو بر از اونا پیشنهاد بکنن و این سیاسون سیاست بکنن. کسانی که حلم داره از علمش استفاده شه، مدل ها و کانسپت های کشورهای دیگه که استفاده شده تحقیق ارزیابی شده و بر از اونا پیشنهاد کنن. درست، سپاسگزارم قشنگه. مخالف حلم کار نکنه، آره این هم یا مخالف حلم کار میکنه، هم مخالف دین اسلام کار میکنه، هم مخالف سیاست کار میکنه و این بی‌ثباتی رو ما شما رو به طرف بی‌ثباتی بسنده. تشکر، سپاسگزارم آقای سنگدل از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه ما. تشکر از حضور شما، همچنان از شما هم تشکر که بحث ما را دنبال کردین. تا بعد، خدا نگهدار.